به برنامه درس زندگی خوش اومدید. امروز در خدمت شما هستیم، برنامه جالب و خاصی رو در نظر داریم و امیدوارم که برای شما برکت باشه. نمیخوایم وقتمون تلف بشه، فقط یه برنامه سرگرم کننده باشه، بلکه میخوایم هم سرگرم بشیم، یعنی هم برنامه ها جذاب باشه، هم زندگی ها رو عوض کنه. با ما باشید. اول میخوام یک کلیپ به شما نشون بدم و در این کلیپ باز مسئله محبت و شریعت رو میبینیم. کلیپی از یک پلیسایی که توی بلژیک دارن قانون رو رعایت میکنن، یا اینکه مردم رو مواظبن که قانون رو رعایت کنن. ببینید با قانون شکنایی که تو بلژیک قانون میشکنن این پلیسا چطور رفتار میکنن. این کلیپ رو ببینیم و برگردیم. قانون شکنی ها رو میبینید. در بلژیک قانونی هستش که کسانی که موتورسیکلت و دوچرخه دارن حتما باید این کلاهک ها رو بگذارن برای امنیت، و اگر نگذارن باید جریمه بشن. ولی این پلیس ها رو میبینیم کنار خیابون ایستادن و این مجرمین رو دستگیر میکنن، میستونن، ولی به جای اینکه برای اونها قبض جریمه صادر کنن یک بغلشون میکنن، لبخند دادید این رو صورت اونها، بعدم بهشون یکی از این کلاهک ها رو میدن که در امنیت بتونن دوچرخه سواری کنن. برای من خیلی جالب بود وقتی این کلیپ رو دیدم. نه اینکه حالا مثلا یه خورده آدم احساساتی بشه بگه وای چقدر کار خوبیه، چه کار قشنگیه، یا اینکه بگیم ایراد بگیر، میگیم نه همچین چیزی نیست، مردم اگر این کار بکنی هیچ وقت قانون رو رعایت نمی‌کنن. بستگی داره از چه نقطه نظری به این مسئله نگاه می‌کنی. ولی وقتی من نگاه کردم به یاد کار خداوند افتادم، به یاد زندگی‌های خودمون افتادم، به یاد وضعیت جهان افتادم که ما در جهان گناه داریم، ما انسان‌ها خطاکاریم، ذاتاً قانون شکنیم، ولی بعد با این قانون شکنی خدا میخواد چطور رفتار کنه. مذهب میگه که قانون شکنی، قانون شکستی باید جریمه بشی، قانون شکستی باید این ضربه های شلاق رو بخوری یا اینکه به زندان بیفتی. شریعت و مذهب میخواد ما رو عوض کنه با زور و با تهدید، که کلام خدا در انجیل میگه هیچ وقت این ما رو از درون عوض نمیکنه. بیرون ما رو ممکنه عوض کنه، ممکنه شریعت و زور و تهدید ما رو مجبور کنه که ظاهر خودمون رو تغییر بدیم، ولی از درون عوض نمیشیم. اگر با مسلسل و تفنگ و با شلاق توی خیابونای بلژیک میستادی، خب تعداد بیشتری این قانون رو رعایت میکردن، ولی نه از دل. از دل عوض نشده بودن، از درون تغییری پیدا نکرده بودم، بلکه از بیرون از روی ترس این رو انجام میدادم. به یاد کلام خدا میافتم در انجیل. عزیزان این نکته خیلی عمیق و مهمیه برای زندگی های ما، که فرق شریعت و فرق فیض و رحمت خدا رو ما درک کنیم. کتاب مقدس آیه های زیاد داره، اگر اینو شما درک بکنید خیلی جلو افتادید در شناخت خدا، در تجربه خدا و در عوض شدن. اگر خدایی رو میبینید که کنار خیابون ایستاده،
رو آسمان ایستاده و دنبال کسانیه که خطاکارن و با تهدید میخواد جلوی خطا رو بگیره، بگه اگر گناه کنی با من طرفی و جات تو جهنمه، شلاق میزنم. یا افرادی رو بسیج کنه که جلوی گناه رو بگیرن. همچین خدایی رو در انجیل نمیبینیم. در مقابل در انجیل هم خدایی رو نمیبینیم که بگه خب حالا هر کاری هم دلت خواست بکن دیگه، من خدای محبتم، میبخشم. خدا یه راه سومی رو پیدا کرد که تو این فیلم هم میبینیم. قانون به جای خودش، در این فیلم میبینیم که قانون به جای خودش بود، قانون عوض نشده بود، ولی چجوری این قانون رو اجرا کردن جالب بود. قانون رو چطور اجرا کردن؟ با محبت و فیض. یعنی وقتی به این سربازا نگاه میکنیم دو چیز رو من میبینم. یکی این که خشن نیستن، میتونستن خشن باشن، میرن بغل میکنن با محبت. خود این اصلا آدم رو تکون میده. خود این محبت یک گناهکار، یک خطاکار، یک قانون شکن رو تکون میده که منی که الان پلیس اومد، وای الان من جریمه میشم، الان زندان میرم، الان هستش که مچ منو بگیرن، یا اگر قانون کشوری الانه که دیگه شلاقه رو بخورم. اینو اگر انتظار داری و اون پلیس میاد بغلت میکنه، خود این یک شوکی وارد میشه، یک چیزی در درون ما به حرکت در میاد. این چی بود؟ ببینم چیه. و همین کارو خدا با ما میکنه. خدا باید ما رو محکوم کنه، باید ما رو مجازات کنه، ولی نمیکنه. مسیح آمد، کلام خدا میگه عیسی مسیح آمد نه اینکه ما رو محکوم کنه، بلکه ما رو از محکومیت در بیاره. خدا در جسم اومد، میگیم وای خودش اومد، صاحبش اومد، همه باید بترسیم. اگر خدا در جسم وارد زمین میشد و میشه، ما باید بترسیم، میگیم خدایی که ازش میترسیم، حالا اون خودش اومده تو خیابونای ما، تو در جسم عیسی مسیح اومده که ما رو بزنه. و بعد میای میبینی همچین خدایی که انتظار داشتی که بیاد محکومت کنه، جریمت کنه، این عیسی مسیح مظهر عشق و محبت و سلامتیه. همین موضوع به تنهایی ما رو تکان میده، همین موضوع به تنهایی ما رو بیدار میکنه. وای من انتظار نداشتم خدا همچین کاری با من گناهکار بکنه. منی که من و شمایی که خودمون میدونیم دیگران ندونن ما چه گناهکارایی هستیم، از درون و بیرون خود ما بهتر از هر کس میدونیم و خدا تازه از ما هم بهتر میدونه. این خدا به جایی که منو محکوم کنه، منو بغلم میکنه. مسیح میگه به نزد من آیید ای تمامی زحمت کشان، همه گناهکاران، گناهکاران رو به سوی خودش میخونه. آقا بیایم پیش خدایی که میخواد ما رو محکوم کنه، ما رو قضاوت کنه. بعد میاد و میگه بغلت میکنم. به اون زنی که زانی بود، یادتونه تو داستانی که اون زن زناکار رو گرفته بودن و میخواستن سنگسارش کنن، عیسی مسیح گفت هر کی که گناه نکرده سنگ اول رو بزنه. و بعد همه رفتن گفتن که، و مسیح گفت من هم تو رو محکوم نمی کنم، برو دیگر گناه نکن. یعنی من مثل اونها خشن نیستم، ولی این محبتی که الان دارم بهت می کنم تو رو عوض می کنه که از امروز به بعد تو بری گناه نکنی. پس رحمت و فیض خدا هم این نیستش که بابا شریعت رو فراموش کن، بابا هر کاری دلت خواست بکن، زنا بکن خدا می بخشه، همه دروغ بگو، خشم داشته باش، نفرت داشته باش، خدا میبخشه. نه، همچین چیزی نیست. فیض خدا ما رو عوض میکنه. در این ویدیو میبینیم اول خشن نیست و همون خشن نیست خودش خیلی کاره، خیلی مؤثره. بعدم تازه این نیستش که حالا خب بغلش میکنم برو، راه حل میده. یعنی یکی از این کلاها رو میذاره سرش، میگه من، و اینو میگه به فکر تو هم، من میخوام تو ضربه نخوری، تو جانتو از دست ندی، این کلاه و این قانونی که کشور گذاشته برای خودته، برای اینکه تو در تصادف کشته نشی، برای اینکه تو ضربه نخوری. و کلاه هم بهش میده. دقیقاً عزیزان، دقیقاً کاریه که خدا برای ما کرد. نه فقط ما رو محکوم نکرد، بلکه مسیح ما رو بغل میکنه، محبت میکنه و بعد راه حل هم میده. میگه آن چرا که به تو ضرر میزنه من تو رو عوض میکنم، من برای تو کاری کردم، من برای حفاظت تو، برای زندگی تو کاری کردم، یه هدیه هم تازه بهت میدم. مسیح نه تنها گناهان ما رو میبخشه، بلکه هدیه هم به ما میده، بلکه روح القدس خودش رو هم به ما میده به عنوان هدیه که بتونیم درست و پاک زندگی کنیم.
در کتاب مقدس میخوام یکی دو تا آیه با شما در میون بگذارم. امروز عزیزان بیایم جذب محبت خدا بشیم. اون خدایی که مذهب میگه که تهدید و مرگ و خشونت، همون خدا رو خود مذهبیون هم همون روحیه رو گرفتن و پیاده میکنن. کسی که دنبال روی همچین خدای خشنی باشه، خودش هم خشن میشه، خودش هم محکوم کننده میشه، خودش هم ترسناک میشه. اگر خداش ترسناکه، خودش هم ترسناک میشه. ولی اگر خداش ترسناک نیست، خداش پرفیض و محبت، خود اون شخص هم پرفیض و محبت میشه. میخوام یکی دوتا آیه بگم. عزیزان اینو بگیرید. بگیرید برای زندگی خودتون. اقلا تو خونت اینو اجرا کن. در رابطه با همسرت، با بچه‌ها، بچه‌ها تو چه جوری تربیت می‌کنی؟ با شلاق، با تهدید، با خشونت؟ بعدم عوض نمیشن، تازه از دست تو نفرت پیدا می‌کنن و کاراشون هم تازه جلوی تو خیلی قشنگن، ولی کاراشون رو زیرزیرکی هم می‌کنن، اگه عوض نشدن می‌کنن، جلوی تو نمی‌کنن، خیلی هم بچه‌های خوبین. ولی اگه با تهدید و زور بخوای بچه‌هاتو درست کنی، ممکنه جلوی تو خیلی قشنگ و زیبا و خیلی پاک زندگی کنن، ولی اگه از درون عوض نشدن، کار خودشون رو جای دیگه میکنن. با بچه‌هات میخوام این درس امروز اول تو خونت اجرا کنی. به جای اینکه با بچه‌هات با خشونت، با تهدید رفتار کنی، با محبت و بعد کمکشون کن. فقط هم نشه برو کارتو انجام بده، کمکشون کن. من کمکت میکنم که زندگی تازه داشته باشی. من با تو هم، من بر ضد تو نیستم. در رومیان فصل 8 در فصل 7 پولس میگه من کاری که میخوام بکنم و نمیکنم. بعد فصل 8 میگه هیچ محکومیتی نیست بر آنایی که در عیسی مسیح هستن. بعد یه چیز میگه آنچه را که از شریعت محال بود، شریعت مذهب محال بود انجام بده به سبب ضعف جسم ما. شریعت بد نیست، شریعت بدی نمیگه بکنید، ولی مشکل ماییم. میگه به سبب جسم ضعیف ما بود، خدا پسر خود را در شبیه جسم گناه و برای گناه فرستاد، بر گناه در جسم فتوا داد تا عدالت انجام بشه. میگه آنچه که جسم ما نمیتونست انجام بده، بله قانون رو میگرفتیم نمیتونستیم انجام بدیم، خدا مسیح رو فرستاد و در فیض مسیح ما این رو انجام میدیم. بعد راجبه روح القدس آیه 4 میگه که تا عدالت، تا ما بتونیم شریعت رو کامل انجام بدیم، نه مایی که بر حسب جسم زندگی میکنیم، بلکه مایی که به قدرت روح القدس زندگی میکنیم. راه حل رو گرفتی؟ گرفتی راه حل زندگی تو؟ گرفتی راه حل اداره خانواده تو؟ نه جسم، شریعت و قانون و زور نمیتونه کاری بکنه، چه در جامعه ما، چه در خانوادمون و چه در خود ما، ولی فیض خدا و روح القدس خدا میتونه ما رو عوض کنه. بیایم در این روزها به جای اینکه از خدا بترسیم، عاشق خدا بشیم. به جای اینکه فکر کنیم خدا میاد ما رو میزنه، ما رو قضاوت میکنه، محبتش رو دریافت کنیم. و محبتی که نه گناه ما رو تایید کنه، محبتی که ما رو از گناه در بیاره، از هر نوع اعتیاد آزادمون کنه، از هر خشم و نفرت آزاد کنه. محبت و فیض خدا و روح خدا ما رو آزاد میکنه. امروز میخوام دعا کنم، اگر هر چیزی در زندگیت هست، اگر خسته شدی از این نوع زندگی، در ترس، در خشونت، تو خونت خشونت، بیرون خونت خشونت، درون خودت خشونت، سر کارت خشونت، خسته شدی از خشونت، بیا و فیض و رحمت و محبت رو بچش و بچشان. بگو خداوند، و امروز خداوند، من از خشونت خسته شدم، چه تو خونه چه بیرون خونه، و امروز میخوام فیض و رحمت تو زندگی من بیاد. عیسی مسیح تو هستی که روح خدا رو به ما میدی. عیسی مسیح تو شاهزاده صلح و محبت هستی. عیسی مسیح اول به قلب من بیا، این طوفان قلب منو آروم کن. عیسی مسیح به خانواده‌ام بیا، این خشونت و جنگ و دعوای خانواده‌مو برداره، و خداوند به جامعه من بیا تا خدای عشق، خدای محبت رو ما بشناسیم و زندگی تازه‌ای شروع کنیم. میخوام با هم باشیم. برنامه جالبی رو در کنار همسرم با شما خواهیم داشت. راجع به نبوت صحبت میکنیم. آیا نبوت برای امروز هست یا نه؟ و میخوام زنگ بزنید و با هم دعا کنیم و شاید اگر خدا کلامی داد برای شما نبوت هم بکنیم. با ما باشید.
اگر دنیا زده قلبت شکسته، اگر بیماری یا محزون و خسته، اگر بارت گران است خسته ای تو، اگر نالان شدی درمانده ای تو، مسیحای خداوند روی دار است، چه آغوشش برایت باز باز است، اگر تو یک قدم آیی به سویش، مسیحا میدود هر روز به سویت، اگر تو یک قدم آیی به سویش، مسیحا میدود هر روز به سویت. همچون نی باشی شکسته، اگر همچون فتیل نیم سوخته، اگر دنیا برایت تیره و تار، گناهانت زده آتش به انبار، مسیحای خداوند روی دار است، چه آغوشش برایت باز باز است، اگر تو یک قدم آیی به سویش، مسیحا میدود هر روز به سویت، اگر تو یک قدم آیی به سویش، مسیحا میدود هر روز به سویت. عروسش می شوی در جشن بره، لباس تو سفید بدون لکه، گذارد بر سرت تاجی ز عزت، نشینی در کنارش با ابهت، مسیحای خداوند روی دار است، چه آغوشش برایت باز باز است، اگر تو یک قدم آیی به سویش، مسیحا میدود هر روز به سویت، اگر تو یک قدم آیی به سویش، مسیحا میدود هر روز به سویت. در این سال گذشته شبکه 7 شروع شد، شبکه‌ای که مال شماست، شبکه‌ای که با هم شروع کردیم، شبکه خیلی از شما براش دعا کردید، با ما همکاری کردید، کلیپ فرستادید، خیلیاتون هدیه فرستادید و امروز میخوام از شما تشکر کنم و تشویقتون کنم که در این سال جدید نیز به این همکاری ادامه بدیم تا قدم به قدم جلو بریم. میخوایم شبکه 7 بهتر و بهتر، مؤثرتر و مؤثرتر بشه، ولی به تنهایی نمیتونیم، بلکه با همکاری های شما. این شبکه تنها شبکه‌ای که به وسیله خود ما ایرانی ها و شروع شده و به وسیله خود ما ایرانی ها داره پیش میره،
شبکه های دیگه هستن، شرکت های خیلی بزرگی پشتشون هستن، ولی شبکه ما خدا پشت ماست و شما پشت ما هستید، پس با ما همکاری کنید. میخوام از سیامک جان که مسئول ارتباط با شما هستن درخواست کنم یه چند تا از کلیپ هایی که فرستادید رو امروز ببینیم و راجبش صحبت کنیم. سیامک جان بفرمایید. سلام عرض میکنم خدمت شما بیننده های عزیز کشورمز. واقعا خیلی ما رو محبت کردن بیننده ها تو سال گذشته با کلیپ هایی که فرستادن، با شعر، آهنگ یا هر چیز دیگه که فکر میکردن میتونن ما رو محبت کنن، خدمت کنن، واقعا دریغ نکردن. میخوام از همینجا از تک تکشون تشکر کنم و واقعا نشون دادن که شبکه هفت شبکه هستش که برای اونها هم هست. از همینجا تک تک اون عزیزان رو دستشون میبوسم و سال جدیدم بازم منتظر کارهای قشنگ شما هستیم. میدونم امسال همکاری‌ها بیشتر میشه و برکت خدا هم بیشتر جاری میشه. از چه طریقی میتونن این کار انجام بدن سیامک جان؟ کشورمز عزیز، چند تا طریق هستش که میتونن کاراشون رو برای ما بفرستن. یکی میتونن از طریق ایمیل بفرستن، tv@shabeke7 از این طریق میتونن بفرستن. یکی از طریق فیسبوک، حالا فیسبوک شبکه هفت هست یا فیسبوک گلبگی، میتونن برن اونجا لینک کاراشون رو بذارن یا اگه عکسی هست، سرودی هست یا هر چیزی میتونن بذارن و از اون طریق میتونن برای ما بفرستن. خب بفرمایید کلیپ اول رو لطفا معرفی کنید جانم. کلیپ اول رو خواهر عزیزمون ملیکا جان برام فرستاده که یک پیغام خیلی قشنگ دارن در مورد استعدادها. بریم این ویدیو رو با هم ببینیم، ببینیم امروز ملیکا جان برای ما چه پیغامی داره. سلام میکنم به شما عزیزانی که در خونهاتون نشستین و در این قسمت از برنامه نگاه میکنین. امروز میخوام باهاتون درباره خدمت به کلیسا توسط استعدادهایی که خداوند به ما داده باهاتون صحبت بکنم. چند تا مثال از استعدادهایی که ما داریم میخوام باهاتون دربارهشون بگم. یکی شعر گفتنه، یکی عکاسیه، یکی آواز خوندنه، یکی هستش که میتونه مثلا تئاتر بازی کنه، یکی فیلم برداری، یکی خیاطیه. حالا شما میتونین از این استعدادایی که شما دارین میتونین برای جلال نام خداوند استفاده کنین. چی جوری؟ مثلا الان براتون یه مثال میزنم. کسی که استعداد خیاطی داره، خب کسی که استعداد خیاطی داره میتونین بریم به کتاب خروج باب 28 آیه 3. میگه خدا اومده به موسی میگه که موسی به اون اشخاصی که خودم به اونا استعداد خیاطی رو دادم برو و به اونها بگو که برای هارون لباس کاهنی رو بدوزن. وقتی که میبینیم خداوند خودش داره میگه که من استعداد رو بهش دادم، پس خداوند اون استعداد رو به ما داده و ما هیچ وقت نباید بگیم که خودمون این استعداد رو داریم، بلکه هر استعدادی که داریم خداوند اون رو به ما داده. و وقتی که ما میبینیم شما حتی اگه خیاطیتون هم خوب باشه میتونید برای جلال خداوند استفاده کنید. یا یه مثال دیگه براتون میگم، یکی هستش که شعر گفتنش خیلی عالیه. خب میتونیم دوباره بریم به کتاب مزمور باب 45 آیه 1. میبینیم که اون شخص داره میگه که خداوند از این شعرهای بسیار زیبایی که از مغز من داره بیرون میاد میخوام اونها رو استفاده کنم برای جلال نام تو. که میبینیم کتاب مزمور بیشترش از شعرهایی هستش که برای خداوند گفته و اشخاص خیلی زیادی اومدن و شعرهایی که داشتن در اون زمان رو نوشتن و کتاب مزمور بیشتری که الان ما پرستش میکنیم از کتاب مزمور پرستشون. و بعضی هم هستن که از خود ما و خودمون اومدیم و اون شعرها رو نوشتیم و چه شعرهای زیبایی هستش. و من مطمئنم که همتون میتونین برای هر استعدادی که دارین استفاده کنین. و یادتون نره که ما هر کدوم از تک تک ماها ایماندارا یک کدوم از قسمت‌های بدن خداوند هستیم. هر کدومتون که هر استعدادی داره، یکی استعداد آوازخونی که داره اون مثل کلام خدا هستش که آواز میخونه، یکی هستش که نقاشیش خیلی عالیه و میتونه نقاشی خداوند رو بکشه، اون دست مسیح هستش دوستان عزیز. و یا وقتی که میبینیم یکی هستش که هر استعدادی که داره ما میتونیم هر کدوم از این استعدادها رو به بدن مسیح ربط بدیم عزیزان. و در خروج 35 آیه 30 تا 35
اینجوری میگه، میگه که خدا به یک نفر از اشخاصی که برگزیده بود و روح خود را برای او بخشیده بود، به اونها گفته بود که مثلا به هر کدومشون که از روح خودش به اونها داده بود، یعنی استعدادی به اون هر کدوم از اونها داده بود، گفته بود مثلا یکی مثلا که استعداد مثلا نقاشی کوزه را داشته، اون میتونست بیاد در خونه خداوند و کوزه ای که توی خونه خداوند هستش رو نقاشی کنه. یکی هستش میتونه پارچه خیلی زیبایی از نخ طلا درست کنه، و یا یکی هستش که میتونه استعداد آموزش دادن، مثلا بگه من آموزش دادم مثلا این کارو کنی، شما اون کارو کنی، اینجوری اونجوری مثلا آموزش میده. یکی هستش برای نجاری، واسه میز خیلی میز بسیار قشنگ تو کلیسا میتونه اون میزو بذاره، و یا غیره هر چیز دیگه که شما بگید، ما میتونیم از اون برای جلال نام خداوند استفاده کنیم عزیزا. پس نشینین تو خونهاتون و بگین من چیکار کنم واسه جلال خداوند، من نمیدونم چی کار کنم، خیاطی من بهش دردی نمیخوره، یا مثلا شعرهای من بهش دردی نمیخوره، من چی کار کنم. یا من، شما میتونید برای جلال خداوند استفاده کنید، چون خداوند اون رو به شما داده و هر استعدادی که ما داریم رو برای جلال خداوند باید استفاده کنیم عزیزم. پس حالا این قسمت از برنامه رو که با هم دیگه بودیم خیلی خوشحال شدم. من حالا بیام با هم دیگه عزیزم دعا بکنیم. خداوندم شکرت میکنم به خاطر اینکه در این قسمت از برنامه به ما گفتی که چه استعدادهایی داریم خداوندم، و از این استعدادها چجوری میتونی استفاده بکنی. خداوندم شکرت میکنم مسیح جان، و به ما اگه ما نمیدونیم که چه استعدادی داریم و چجوری از اون استعدادمون استفاده کنیم، خدای خواهش میکنم که اونو به ما بگی و ما بتونیم برای جلال نام تو اونو استفاده کنیم. در نام مسیح جان آمین. دوستان عزیزم خیلی خوشحال بودم که با من بودیم تا این قسمت از برنامه. خدا برکتتون بده، خدا نگهدار. بله، از استعدادتون استفاده کنید، مثل خود ملیکا که از اون استعداد عطیه و اون هنری که خدا بهش داده که پیغام بیاره، تعلیم بده، داره استفاده میکنه. ملیکا جان به همه ما داره درس میده، به سن نیست، به غیرته، به جرأته و به اطاعت از خداست که بگی خداوندا آنچه که دارم و میخوام برای تو استفاده کنم. منم از طرف ملیکا دعوت میکنم، کوچک و بزرگ، پیر و جوان، دارید هر کدوم از ما یک جواهری خدا به ما داده که براش باید ارزش قائل بشیم و ازش استفاده کنیم برای خدمت به دیگران و برای جلال خداوند. با ما در تماس باشید، با سیامک جان حتما در تماس باشید، فیسبوک، ایمیل، و باز هم از کلیپ های شما میخوایم پخش کنیم. سیامک جان دیگه چی داریم؟ کشارموز عزیزان خیلی چیزای مختلفی تو این مخصوصا چند هفته گذشته برای ما فرستادن، که چون ایام کریسمس بود، سال نو بود، و یه سری از اون ویدیوها رو هفته پیش و هفته‌های پیش پخش کردیم و یه سریاشون هم این هفته پخش میکنیم. ویدیو بعدی رو همونطوری که ملیکا جان گفت، خیلی قشنگ گفت که از استعدادامون استفاده کنیم. ویدیو بعدی هم همینطوره. یه عزیزانی مثلا بلدن تصویر درست کنن، ادیت کنن، یه عده میخونن، یه عده شعر داشتن، اینا چند نفری کاراشون رو با هم کنار هم گذاشتن و یه کار خیلی قشنگی رو انجام دادن. یه سرودی برای ما فرستادن به نام مژده و شعر و آهنگش رو بهی جان گفتن با صدای جاناتان و ناتان ادریس عزیز. این سه تا عزیز صداشون توی این موزیک ویدیو هست و تصویر رو فریناز جان همسر بنده درست کردن، و اینها این عزیزان از طریق شبکه هفت با هم آشنا شدن و تونستن یک موزیک ویدیو خیلی قشنگ رو درست کنن. پیشنهاد میکنم این موزیک ویدیو رو بشنویم، برمیگردیم باز در خدمتتون هستیم. آن هدیه خدا آمد، مژده بده عیسی آمد، منجی جان ما آمد، بحر نجات مردمان آن بره خدا آمد، آن نهر آب رایگان از بحر تشنه ها آمد، مژده بده عیسی آمد، با مهر و با صفا آمد، مژده بده عیسی آمد، یعنی خدا با ما آمد، آن هدیه خدا منجی جان ما آمد، از بحر تشنه ها آمد، با مهر و با صفا آمد، مژده
مجده بده ای سامن آن الفان یا آمد مجده بده ای سامن آن پسر خدا آمد بگم شده ندا بده شبان گله ها آمد امانوئیل همراه ماست آن وعده خدا آمد در آخری حقیر تو بین فروتنان خدا آمد فاصله ها برداشته شد روح القدس بر ما آمد بده ای سامن آن هدیه خدا آمد مجده بده ای سامن منجی جان ما آمد مجده بده ای سامن با مهر و با صفا آمد مجده بده ای سامن یعنی خدا با ما آمد مجده بده ای سامن آن الف و آن یامن مجده بده ای سامن آن پسر خدا آمد مجده بده ای سامن آن پسر خدا آمد مجده بده ای سامن آن پسر خدا آمد بله خیلی ممنون از عزیزانمون بهی، جانا، ناتان، ادریس و همینطور از فریناز عزیز که ویدیو رو تهیه کردید. چقدر دل من گرم میشه وقتی با هم همکاری میکنیم، وقتی تیمی کار میکنیم و خداوند رو جلال میدیم. ملکوت خدا همینه. این نیست که ما یه طرف یه نفر اینور بشینه و فقط او حرف بزنه، همه ما حرفی برای زدن داریم. خب سیامک جان دیگه چی داری برای امروز؟ چه شما همونطوری که شما فرمودید خیلی قشنگه که از جاهای مختلف کارهایی که انجام شده رو بتونید به هم وصل کنید. و ویدیو بعدی یکی از اون کاراست که از طریق شبکه هفت بعضی عزیزان با هم آشنا شدن و من این عزیزان رو با هم آشنا کردم. یه خواهری هستش به نام توبا، ایشون به خاطر مسئله امنیتیشون نمیخوام بگن دقیقاً کجا هستن، ولی تو اون کشور ایشون شعرهای خیلی قشنگی میگفتن و صدای بسیار قشنگی داشتن، ولی نه آهنگساز داشتن نه بلد بودن ویدیو درست کنن. وقتی با ما تماس گرفتن، ما برای اونا کاری که انجام دادیم این بود که اومدیم و با هم معرفیشون کردیم و برادر عزیزمون ادریس جان قسمتی از این ویدیو رو در اصل موزیک رو با سنتور نواختن، خیلی قشنگ و زیبا، و دانیال عزیز تصویر این ویدیو رو درست کردن و خارتوبا شعر و آهنگش رو در اصل کنار هم گذاشتن. واقعا مرسی عزیزان، این ویدیو که میبینید یکی از ویدیوهای بسیار زیباست و ما به نظرهای شما احترام میذاریم و هر کاری که از دستمون بر بیاد برای جلال خداوند انجام میدیم. یکی از اون چیزایی که از ما تو سال گذشته خواسته بودید و من خودم شخصا خیلی برکت گرفتم هر باری که میدیدم شما به من روحیه میدادید، این بود که شما برای تشکر از کارهایی که در شبکه هفت میشه، میدونم یه شخصیتی هستش که شما خیلی دوستش داری، من شخصا هم خیلی دوستش دارم، و خواسته بودید که تو سال جدید، تو سالی که امسال در اصل شروع میشه، از من خواسته بودید که ایشون رو از طرف شما ببوسم. که شما از عزیز عزیزا خواسته بودن که شما رو در آغوش بگیرم. مرسی برای همه، با تمام وجود از طرف همه از شما تشکر میکنم. اینم از شما عزیزان تشکر میکنم. این هاگی بغلیه که از طرف شما انجام میشه و در حقیقت من شما رو دارم بغل میکنم. چون مسیح را دید
خیلی ممنون از عزیزانی که این شعر توبای عزیز، خواننده سنتور ادریس و عزیزانی که دانیال که تصویر رو تایید کرده. متشکرم. امروز همونطور که قول دادم با همسرم شما رو خدمت خواهیم کرد و موضوع صحبت نبوت هست. بعدها میدونید من و همسرم یک دو سال پیش بود یک کلاس کالج درس دادیم در مورد نبوت و شنیدن صدای خدا. این چند روز پیش دانا جان این نوتامو نگاه می‌کردم دیدم همچینم مطالب خوبیه، شاید روی تلویزیون بخوایم همچین درسایی رو بدیم. بفرمایید. بله، خیلی خیلی خوش گذشت. بچه‌های کلیسا خیلی هم کنجکاو بودن، خیلی دلشون می‌خواست بدونن که آیا نبوت برای همه است یا فقط تک تک مردم مثل عتیق، مثل تورات، فقط تک تک آدم ها هستن اصلا که نبی مال امروز هست اصلا نبی مال امروز هست آره. انبیا مال گذشته و تموم شده است. اصلا اولی سال اینه که آیا نبوت و آره. من میگم چه نقشی بازی میکنه بعد از صلیب مسیح میخواستن بدونن. من یه چیزی میگم، اسم و اینا، لقب و اینا کار نداریم. وقتی به لقب و اینا میپردازیم کار خراب میکنیم. من میگم به لقب کار نداشته باشیم، ولی عطیه نبوت برای امروزه، برای برکت ما، نه اینکه یکی نبی بشه من نبی هستم دیگه جلوی من تعظیم کنید، بلکه نبوت یه خدمته، یه خدمتکاره. در کتاب انجیل ما مقام نداریم. خدا به ما عطیه میده برای خدمته، برای پاشستنه، برای غلامیه، برای کنیزیه. برای همین حتی اگه کسی عطیه نبوت داره، این نیست که حالا من نبی هستم، من سر کلیسا هستم، بگه از همه شما روحانی ترم. اگر عطیه نبوت داریم برای اینه که فروتن شیم، دیگران رو خدمت کنیم، پای دیگران رو بشوریم. حتی اون موقع هرمز جان که نبی یه چیزی بوده در عتیق، اونا حیوانی چه کارایی کردن، چه مجبور شدن، یکیش مجبور شده چند سال رو بغلش بخوابه خیلی کارایی سختی کردن. ولی الان خدا ما رابطه نزدیک، رابطه صمیمی با مسیح داریم و روح قدوس درون ماست، عیسی مسیح در ماست و ما در عیسی مسیح هستیم. بله، میخوام یه قسمت درسی داشته باشیم، بعد خطا رو باز میکنیم که شما هم زنگ بزنید اگر سوال دارید، اگر دعا میخواید. ما نبی اگر خدا بهش پیغام بده میده، زوری هم نیست. و بعضی ها هستن، زمانی هست با همسرم خدمت میکنیم، گاهی برای بعضی ها خداوند بهش پیغام میده و اگر داد بگیم، ولی اگر زنگ بزنید و خدا به ایشون یا به من پیغام داد، برای شما پیغام رو به شما خواهیم گفت. آمد. ولی میخوام با هم در تماس باشیم. این چند دقیقه رو یه درس کوتاه راجع به نبوت بدی، خیلی مطلب هست، ولی چند تا نکته اساسی رو میخوام صحبت کنیم، بعد خطا رو باز کنیم و در آینده میخوام یک سری اصلا درس و یک سری برنامه راجع به شنیدن صدای خدا، راجع به نبوت، راجع به تعبیر خواب، همه اینا رو میخوایم باز کنیم و صحبت کنیم. بله. درس امروز رو یه چند تا نکته اساسی رو بگو که شروع کنیم. خب یه چیزیش گفتم که واقعا نبوت خدا از طریق هر چیزی، هر کسی میخواد صحبت کنه میتونه. اینو هیچ مانعی نیست، خداست. در کتاب مقدس میبینیم از طریق حتی یه خر صحبت کرد هر جور این خلقت مال خودشه، ما مال خودش هستیم. ولی وقتی خودمونو میگیم میدیم به مسیح و ما میگیم که من مال تو هم، قلبم مال توه، زندگیم مال توه، من خودم رو میسپرم به تو. خب یک زن و شوهر
از هم دیگه دور باشن زیاد حرف نمیزنن با هم، ولی وقتی با هم یکی هستن و واقعا با هم کامیونیکیت میکنن، صحبت میکنن و صمیمی میشن، بعد اون موقع است که حاضرن همه چی به هم دیگه بگن. نه بله. خب رابطه‌مون با خدا همونه، باید یک مسیح واقعا تولد تازه باشیم و پر از روی خدا باشیم. خیلی تعجب میکنن وقتی میگیم خدا با ما صحبت میکنه، من میگم باید تعجب کرد اگر خدا با ما صحبت نکنه، چون که وقتی به مسیح ایمان میاریم میشیم فرزندان خدا و او پدر میشه. کدوم پدریه که با بچهش صحبت نخواد بکنه؟ و بعد میگیم که ما میشیم عروسان مسیح، کلیسا میشه عروس مسیح، مسیح میشه داماد. کدوم دامادیه که با هم با زنش، با همسرش، با عروسش ازن قهر ازن صحبت نکنه؟ این صحبت کردن دو طرفه. ما با خدا صحبت میکنیم، اینو همه میپذیرن که دعا میکنیم، ما با خدا صحبت میکنیم. اون قسمتی که خدا با ما صحبت میکنه رو اشکال دارم. من میگم اگر نکنه بعد اشکال داشته باشیم سوال کنیم، بکنه که طبیعیه، بایدم بکنه. دقیقاً ما واقعا وقتی صحبت میکنیم با خدا، بریم با کی صحبت میکنیم؟ هرموز اینش خیلی مهمه. ما بیشتر اون ورش رو فکر میکنیم که ای خدای چجوری بشنومه، چجوری بدونم که تویی، صدای توی تو قلب منه. ولی اول بفهمیم که ما داریم با چه کسی رابطه میسازیم. ما یه خدا یه کسی هست که نه لمزش میکنیم، نه بغلش میکنیم، نه هیچی، ولی واقعا با ما صمیمیتر از هر آدمای دیگه میخواد باشه و هستش و میتونه باشه. و این ولی اینو باید همینطور درک کنیم که این خدا مثل آدم نیست، یه موجود روحانیه، زیباست، از ما خیلی فکراش و قلبش خیلی فراتر از قلب ما عمل میکنه و فکر میکنه. پس درست میخوام بگم نکته اولتو درست فهمیدم. نکته اول اینه که خدا با ما صحبت میکنه. به نظر خیلی ساده میاد، ولی خیلی باور ندارن، میگن خدا امروز با ما صحبت نمیکنه. خب طبق ایمانمون به ما داده میشه. اگر باور کنی که خدا با تو صحبت میکنه، دری باز میشه که صحبت کنه. اگر باور داری که خدا امروز با ما صحبت نمیکنه، او دادم بزنه تو نمیشنوی، چون همه چیز بر اساس ایمانه. درست فهمیدم؟ بله. نکته اول اینه که خدا با ما صحبت میکنه. خدا چیکار میکنه؟ خدا اون خدای دور نیست که خیلی خیلی مثلا بالاست تو بهشت فقط. نه، میخواد با ما رابطه بسازه. چرا ما رو خلق کرده؟ ما رو میخواد، واقعا محبت داره برای ما. ولی خدا خودش هم ما نیستش، از ما خیلی بزرگتره. ولی واقعا خدا با ما صحبت میکنه. من یادم تمام بچگی من که تولد تازه در مسیح نداشتم، ولی من خدا رو خواستم و با من صحبت کرد و با من به من رویا میداد، خواب میداد. نمیدونستم باش چه کار کنم، چون با رابطه نزدیک با خدا من نداشتم، اصلا نمیفهمیدم این خدا کیه. ولی واقعا مرتبا من ایمان دارم که وقتی کتابو میخونم و با خدا صحبت میکنم، رابطه دارم، الان من ایمان دارم که واقعا خدا با ما دائما داره صحبت میکنه. من فقط اینو یه مرور سریع بکنم. صحبت کردن خدا با ما یک از طریق کلامشه، یعنی وقتی کلام رو میخونی، به خصوص بعضی از آیات رو میخونی و مثل که قلب تو یه دفعه گرم میشه یا تایید میشه یا حرکتی میاد، خدا میگه این آیه مال توست، این حقیقت مال توست. خدا اول از طریق کلامش با ما صحبت میکنه، بعد از طریق روح القدسی که اگر به مسیح ایمان بیاریم همون لحظه روح خدا میاد در ما ساکن میشه و روح خدا با فکر ما، با قلب ما صحبت میکنه، بعد از طریق خواب و رویا صحبت میکنه، از طریق دیگران صحبت میکنه. خیلی مواقع شده دیگران اومدن همینطوری، حتی غیر مسیحی، یعنی خدا از همه استفاده میکنه. شما قشنگ گفتی، میاد یه جمله میگه، اصلا دلت میگه این خدا بود، این انسان نبود، اینو بهت گفت. پس خدا از طرق مختلف با ما صحبت میکنه. و چقدر قشنگ گفتی رابطه. وقتی میگیم با خدا رابطه دارم، رابطه دو طرفه است، گفت و شنوده. اگه فقط یک طرف که ما ایم هی صحبت کنیم، این که رابطه نیست، رابطه یه طرفه که رابطه نیست. میگیم با خدا رابطه دارم، یعنی میگم و بعدم اونم با من صحبت میکنه. ولی ما هرمز جان، ما نمیدونم فارسی چی میگه، بیچاره نیستیم. واقعا خدا نه فقط میخواد با ما صحبت کنه، میخواد ما با اونم
صحبت کنیم. و اینم اسمش میشه دعا، اسمش میشه نمیدونم هر چی میخوای بگی، ولی واقعا یه رابطه است. ما میگیم رابطه است، این نیست که من تو فکرم یه رابطه ساختم با یه خدایی که دائما داره صحبت میکنه تو یونیورس و با من، ولی من بیچاره من اینجا نشستم هیچ کاره. نه ما وسیله خدا هستیم. ولی خود یه مثال میخوام بزنی، مثلا یه موردی که خدا باهات صحبت کرد و هدایتت کرد، یه موردشو بگو، حالا چه از کلام چه از روح که با قلب آدم صحبت میکنه، یه موردشو مثال بزن. بله خیلی جالبه، گاهی اوقات خدا باهام با رویا صحبت میکنه. حالا میگم وقتی بچه بودم یا حتی بعد از اینکه بزرگ شده، حتی همین امروز، خدا از درونم یک دانشی هست که همینطور گفته این خدا بود، این الان به من اینو نشون داد، این باید خدا می بود، چون من اصلا این دانش رو نداشتم یا این فکر رو تو این فکر نبودم. ولی رویا، وقتی رویا دیدم دفعه اول هیچ وقت یادم نمیره، چون واقعا من فکر کردم که فکر نمی کردم که من دانیل میتونم این رابطه با خدا داشته باشم و خدا سورپرایزم کرد. لیاقتشو ندارم. آره لیاقت، مرسی، لیاقت ندارم. این تو مشکل خیلی هست، من کیم که خدا با من صحبت کنه؟ من یه انسان خاکی گناهکار، خدا با من صحبت، بعد با اون بالا بالاها، با اون افراد نمیدونم که اسقف و با اون کاردینالا و با اونایی که خیلی قدوسن و پاکن صحبت کنه، ولی خدا خداست، خدا با هر کی که دلش بخواد صحبت میکنه. ولی تو احساس بیلیاقتی میکردی؟ آره، من مثلا آره. کیم؟ ولی واقعا یکی از اولین، چند تا بودن پشت سر هم، ولی یکی از اولین رویایی که دیدم، ما بچه کوچیک داشتیم، دوتا، هنوز اون سومی نیومده بود، دوتا داشتیم، توی سفر طولانی هستیم، زمستون یکی از خطرناکترین سفر ماشینیه و ما همینطور مثل ایران دیگه، امریکا، ما هم این کار میگه، یه فلاسک چایی داغ همراهمون بود و دیگه من این فلاسک رو برداشتم، چون تو خیلی رانندگی کردی، من دیدم خسته داری میشه، هممون سردمونه، داشتم چایی میریختم، یک دفعه این خواستم چایشو بریزم، هنوز نریختم، یه دفعه جلوم تصویر باز شده که من تو ماشینم، همون ماشین، دارم چای میریزم، همون فلاسک، ولی یه دفعه تصادف شد، فلاسک رفت این ور، چای رفت اون ور، جیخ و داد، تموم شد. تو چی فکر میکردی؟ خیلی چیز نمیخواد، خیلی تمرکز فکری نمیخواد. همون آن گفتم ما تصادف میکنیم. فلاسکو بستم و گذاشتم زیر، خیلی سنگینه یه فلاسک بزرگ چایی، گذاشتم زیر صندلی. ما رسیدیم به یه قسمت جاده که اینطور بود، پیچ بود و سایه بود، از اون یخ سیاه بود. آره، یخ ما شروع کردیم اینجوری پیچیدن، یادمه. بله خدا رو شکر ما زنده در اومدیم. از به هرمز گفتم ما الان آماده باش، سفت بشین، و گفت چی؟ و شروع کردیم. واقعا یه خانمی اومد بغل ماشین ما، کمکمون کرد، ما رو کمک کرد، ما فرار کردیم از اونجا. ولی واقعا خدا نمیخواد فقط چیزای خیلی بزرگ با ما صحبت کنه، چیزای خیلی همچین روحانی، ما رو دوست داره. بعضی وقتا فقط راجع به خودمون بخواد صحبت کنه. ولی اون اول بود و یه تجربه داغ و خیلی عالی بود که هیچ وقت یادم نره. خدا پس رویا میده که به ما اختیار بده بعضی مواقع آینده رو که ما رو آماده کنه، و بعضی مواقع هم آینده رو نشون میده که به اون نرسیم. فکر نکنید مثلا مرگ رو نشون میده یا تصادف و مریضی حتما بد بشه، اتفاقا خدا بعضی مواقع نشون میده که میگه میخوام اینو بهت نشون بدم که دعا کنی که نشه، نه اینکه دیگه بدبخ شدیم دیگه هر کاری بکنیم میشه، بلکه خودتو آماده کنی. و میخوام یه تلفن جواب بدیم، برمیگردیم نکته دوم رو شما با ما در میان بگذارید. اگر وصل هست دوست داریم صحبت کنیم. الو بفرمایید. شرموز، ماریا هستم از بلژیک. بله، حال شما چطورید؟ خوبید ماریا عزیز؟ قربونت برم، مرسی. کسی شما
شرماز، اول خواستم از برنامه خوبتون تشکر کنم. بچم این برنامه قبل از شما آقای کشیش آمریکایی بود صحبت می‌کرد، قبلا زیرنویس داشت، خیلی مشکل بود متوجه بشیم، ولی امروز که ترجمه شده بود خیلی خوب بود، خیلی برکت گرفتید. ازتون تشکر می‌کنم. بله عزیزان زحمت می‌کشن که ما طبق پیشنهادات خود شما بیننده ها گفتید زیرنویس کمتر بکنید بلکه صداگذاری کنید، داریم این کارو میکنید. بله بله مرسی، تشکر. و میخواستم از خانم عزیزتونم تشکر کنم چون 5 سال پیش برای من یه نبوتی کرد تو کلیسای آنفرپن. بله بله نبوت چی بود؟ اگه یه نبوت کرد برای من واقعا ازش ممنونم. خواهش میکنم اگه ممکنه دعایی کنی که منم این عطایا رو بگیرم، عطای نبوت. آفرین آمین. اتفاقا این که میگید مطابق کلام خداست، درسته؟ داره بله کلام خدا چی میگه؟ یه آیه هست که در اول قرنتیان که میگه ما هممون نبوت باید کرد و این مال همه است، و یه عطیه نبوت رسالتی هست که فرق میکنه با اون، ولی برای هر دو دعا کنیم. پولس خیلی تشویق میکنه به خصوص اونجا که دعا میگه دعا کنیم بگیرین، میگه عطایا رو با غیرت بطلبید به خصوص نبوت، کاری که شما دارید میکنید. بله بله آمین. چیزی هرمزی چیزی که خواستم بگم خدا رو شکر میکنم بابت این خدای هدیه، این کادوی خانمی که به شما داده. چقدر از ایران صحبت میکنه. بله چقدر این خانمه خوش با خیلی شیرینی. خدا رو شکر. آمین. ولی یارت نره عزیزم، همین که منو تحمل میکنه بعد بهش مدال بدیم. برای شما، خدا برای شما، برای خانم عزیزت. آره مرسی، خیلی ممنون. خب الان میخوام دعا کنیم برای شما و برای عزیزانی که وقتی یه سوال دیگه جانم بگین، دخترتون دیگه خدا رو شکر 100% خوب شده؟ دخترم خیلی از اون واقعا در لب مرز مرگ بود، با دعاهای شما به فیض خداوند شفا رو گرفت، ولی میخوام کامل بشه. از خدا میپرسم میگم خداوند از مرگ نجاتش دادی، ولی بعضی روزا هستش که اصلا حالش خوب نیست و میخوام اون روزها هم صفر بشه. برای همین به دعا ادامه بدید، خیلی از مرگ نجات پیدا کرده ولی شفای کامل هنوز نداره. دعا میکنیم اونم میگیریم. مرسی برای پرسیدن. بله آمین. خدا. خیلی ممنون برای تلفن و لطف کنید برای منم دعا کنید. بله دارن جان دعا میکنه و بقیه عزیزان خداوند میخواد، میگه بخواهید تا به شما داده شود. عطیه نبوت رو بخواهید، نه برای پوز دادن، نه برای افتخار، بلکه بگو خداوند واقعا میخوام برای خودم صدای تو رو بشنوم و بعد از این طریق این عطیه دیگران رو خدمت کنم. عزیزانی که روح القدس رو دریافت کردید، به عیسی مسیح ایمان آوردید و روح خدا در شما سلام، دانل جان هم دعا میکنه. دانل جان با عزیزان دعا کن، عزیزانی که مشتاق عطیه نبوت هستن بفرمایید. واقعا خداوند ما دعا میکنیم که اون واقعا اون جای عمیقی که در ما هست، در روح ما هست، پر بشه با آب روح القدس و اون تعمیر روح القدس داشته باشن خداوند. و دعا میکنیم که خداوند از اون عمق وجود تو بیاد بیرون این عطیه و بریزه روی عزیزان و از درون خودشون مسیح صحبت کنه و اون چیزایی که احتیاج دارن، شفا اگه باشه، ما میدونیم چقدر شفا احتیاج این روزای خداوند، اگه تشخیص بعضی وقت ما تشخیص احتیاج داریم خداوند، اگر نبوت دانش حکمت خدا باشه، اگه هر چیزی که هست خداوند، دعا میکنیم برای این عطیه نبوت که تشویق میکنه قلب ما رو، به ما امید میده ای خداوند، امید بریز، تشویق بریز تو قلبشون و از دهانشون ای خداوند این کلام بیاد بیرون که از شخصیت خودشون میاد ولی خداوند کلام تو باشه. آمین. ای عیسی مسیح الان مس کن عیسی مسیح و اونهایی که باید اون عطیه نبوت رسالتی داشته باشن خداوند، ما اون هم میخواییم که جزی از آن مسیح ای خداوند بریز رو اونها که باید این
این مس رو داشته باشن برای این روزها که دیگران رو خدمت کنن. آمین. خداوند به نام عیسی مسیح. آمین. 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 با ایمان می دریافت میکنیم، درخواست میکنیم و دریافت میکنیم. آمین. پس آمین. تشویقتون میکنم برای شروعش دعا کن و وقتی برای یه نفر دیگه دعا میکنی، وقتی برای فامیل دوست دعا میکنی، بگو همونجا بگو خداوند به من برای این شخص یه پیغام بده و آنچه که داد رو با جرأت دیگه نترس، شک نکن، بگو چا این عطیه جاری بشه. این عطیه با ایمان و با عمل جاری میشه. برو و انجام بده. آمین. آمین. قربونتون برم. تشکر. مرسی. قربان شما. مرسی از نگهدارتون. خداحافظ. آمین. خداحافظ. بله. تلفن داری؟ من میخوام عزیزان زیاد رو خط نمونن. اگر البته عزیزان شما میتونید زنگ بزنید با مشاورین ما صحبت کنید، تعداد زیادی زنگ میزنید، شاید رو ایر نمیخواید بیاید، با مشاورین دعا میکنید. اونها عزیزانی هستن که دوره دیدن، میتونن کلام رو میدونن، با شما دعا کنن. بعضیاتون میخواید که رو ایر بیاید، میتونید بیاید، ولی لزوما همه شاید دوست نداشته باشید، ولی ما میخوایم شما رو خدمت کنیم، نه بلد. فقط رو ایر، بلکه مشاورینی که آماده جواب تلفن شما هستن. خب بریم تلفن بعدی. الو، سیمین جان هستم. جان عزیز بفرمایید. بله سلام عزیز. سلام. خوبید؟ مرسی، شما خوب هستید؟ خدا رو شکر، خوشحالم به هم هستیم. بفرمایید جانم. سیمین جان زنده باشید. حضرت من میخواستم که من حدود 2 ماه به امریکا اومدم و یه چیزی که برای من پیش اومده شهادت دارم. بفرمایید جانم، دوست داریم بشنویم. بعد این شهادت هم اینو میخواستم به شما بگم و برای من باز کنیم. خداوند با من صحبت کرده و اینی که به من گفتن اینه: آیا میتوان کارهای این زمان را با زمان حل کرد؟ و چیز دیگه ای که من میخواستم شهادت بدم، کارهای عجیب خداوند. بله بفرمایید. بعد خداوند کارهاش خیلی عجیبه. من شناختی از خداوندم عیسی مسیح نداشتم و خودش اومد سراغم. خودش تمام کارها، تمام اتفاقات، تمامشو خودش بوده. و اینو میخوام در باور داشته باشن که این خداوند هست که انگوش بذاره. بله. و این ما نیستیم. ایمان نیستیم که شهادت، ایمان نیستیم که نبوت میکنیم، ایمان نیستیم. و بله. خدا در ماست. با من کرده. بله. کارهایی که با من کرده. و من میتونم یه شعری برای شما بخونم. بله، یه مورد کاراتو هم بگو کوتاه. چه مثلا چه کار کرده؟ در کلیسای ایران برکت فراوونه. بله. که شما هم میدونید. بله. بعد من در شام خداوند عیسی مسیح رو زیر صلیب دیدم. بله. و زمانی که در دعا بودم و میطلبیدم که حضور خداوند رو میطلبیدم، با چشمان بسته خداوند رو دیدم زیر صلیب ایستاده و با چه شکوه جلالی. و چشمامو باز نمیکردم که من بوده از جلوی چشمم کنار بره. بله. و زمانی که چشمم رو باز کردم و اون شخصی رو دیدم که زیر صلیب ایستاده و در دعاست، در دعای کامل. بله. بعد این اتفاق بارها تکرار شده. 2 بار در شام خداوند برای من تکرار شده. بله. به صورت کبوتر، به صورت موج، به صورت فواره‌ای که کوتاه و آروم در حال بیرون زدن بود. بله. و این چیزهایی که من دیدم و خداوند، من دفعه پیشم به شما گفتم این خداوند بود که منو حتی شاعر کرده. بله. خب بگید شعره، پس یه تیکه شعر بخونید. بفرمایید. بله بفرمایید. اینو میخوام به تمام اونهایی که شک دارن بگم. بله بفرمایید. به دنبال که میگردی؟ به تو نزدیک نزدیک است، همینجا دربرت آغوش را بکشا، همین حالات را لمس خواهد کرد. تشکر کن، در آغوشش خواهی رفت،
به تو آرامشی خواهد بخشید که از دنیا ریزان گشته، باورش داری حتی خود را نخواهی خواهد، خداوند را خواهی جز مسیحا هیچ نخواهی خواهد. آمین. هللویا. هللویا. عالی. مرسی. آلیه. خیلی ممنون سیمی جان. متشکرم. زنده باشی. قربان شما. فعلا خدافظ. خوشحال شدیم. تبریک میگم به شما. امیدوارم که سال پربرکتی برای ایران و ایرانی و تمام مردم دنیا باشه. بله. خیلی ممنون. شما هم همینطور. برای شما هم دعا میکنیم سال نو سال پر از برکات باشه. و با هم خداوند رو خدمت کنیم. آمین. هللویا. خیلی ممنون. خوشحال شدیم صداتون شنیدیم سیمین جان. بله. بله. بریم از ساناز میشنویم. ساناز عزیز. الو. الو سلام کسی سرماز. سلام ساناز جان. چطوری؟ خوبی؟ خیلی ممنون. مرسی. سلام خدمت شما عرض میکنم و خانم عزیزتون. لطف دارید. بفرمایید. یادتون باشه برنامه اسکایپ مهمونتون بودم. بله همون سانازی. آها بله بله خدا رو شکر. بله من میخواستم خب بعد از اون اتفاق برای من اون برنامه اسکایپ برای من اتفاقات خوبی افتاد. بله. دوست داشتم شما هم شریک من باشین. حتما. همونی که تو شرایط ناراحتی شریک من بودین. بله. برای من ایمیل فرستادین. خواهر فرزانه، برادر سیامک با من کنار من بودن، خیلی از من استقبال کردن. وقتی من ایمیل دادم میخواستم تو شادی هم کنار من باشین. حتما. بله بگو ببینم. بله من بعد از اون دیدن اون اسکایپ مادرم با من تماس گرفت بعد از چند روز. بعد تصمیم گرفتن که بیان نروژ عجب برای عید نوروز. بعد با من صحبت کنن. خدا رو شکر. پس مادر و دختر رو تونستیم به هم وصل کنیم ها؟ خدا رو شکر. بله به لطف شما و شما گفتم خداوند به کلام شما برکتی داده که به هر کسی که گوش میکنه دیگه نمیتونه محافظت کنه. چقدر خوشحالم. دل مادر دل دختر خیلی خوشحالم. قبول نکردم ولی گفت من دوست دارم بیام ببینم تو چی رو قبول کردی، چرا اسلام رو رد کردی و چرا به مسیحیت ایمان آوردی و اینا رو باید همه از زبون خودت بشنوم و باید صحبت کنم. به به چقدر خوشحالم. مرسی ساناز جان گفتی. عزیزانی که برنامه بله واقعا من خیلی خوشحالم که این شبکه شما تونست همه جوره به ما کمک کنه. بله من همیشه به دوستانم میگم. چقدر خوب. اونا خیلی وقت به دوستانم تو وبلاگ میام با من صحبت میکنن. آها. میگن که مثلا ما چجوری میتونیم کمک کنیم به این شبکه. بله 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 بعد من همیشه میگم که خب شاید ما نتونیم ماهانه خیلی کمک بزرگی بکنیم به بله. شما ولی من میدونم مثلا $50 $40 خیلی کمه ولی همونجوری میتونیم یه گوشه ای از آفرین کمک کوچیکی انجام بدید. آفرین. هر کدوم کمک به ما فقط نیست بلکه همکاری در کار خداونده و قشنگ گفتی اگر هر کس گوشه ای از کار رو بگیره این شبکه پیش خواهد رفت. اسم مامان چیه؟ اون دفعه یادم رفت بپرسم. قطعه شادی من هم شما تعریف باشیم. بله اسم مامان رو بگو براش ازش تشکر کنم. اسم کوچیک مامان. نشنیدم. خدافظ. بعد صحبت میکنیم. برکتش زیاده. آره. نوشم مادر داره میره نوشو میبینه. حالا اسمو نگرفتم ولی میخوام بگم آفرین مادر اگر این برنامه رو نگاه میکنی. آفرین به تو که دل خدا رو گرفتی. آمین. محبت خدا رو گرفتی. محبت خدا ما ورای تعصبات ماست. خدا هیچ وقت جدایی نمیخواد. عزیزانی که برنامه دو هفته پیش ما رو نگاه نکردید، ما دو هفته پیش برنامه داشتیم. ساناز به خاطر اینکه مسیحی شده بود خانوادهش باهاش صحبت نمی کردن، به خصوص مادر جواب تلفنش هم نمیداد و دل ساناز شکسته بود. ما سعی کردیم از طریق برنامه شبکه هفت این مادر و دختر رو با هم آشتی بدیم. ساناز اومد رو ایر و با مادرش از طریق تلویزیون صحبت کرد و سعی کردیم دلها رو با هم وصل کنیم و خوشحالم که شد.
مادر و دختر به هم وصل شدن. حالا این مادر نه تنها دخترشو بلکه حالا نوش هم میبینه دیگه، اونم جایزه این محبت و مهربانی. خب بعداً با بیشتر با ما در تماس باش، بقیه داستان رو هم بگو. ما با تو در این پیروزی ها شریکیم، در این زندگی جلو میریم. مامان که اومد پلوت، یه زنگم اون موقع بزن که بگو حالا که با هم روبرو شدید بعد از چند سال، بعد از چند سال که نوه رو دید چی شد؟ خوبه؟ قرار؟ قبول باشه. هللویا، چه فکر خوبی. مادر گوش کرد به زمزمه خدا و رفته پیش دخترش و نوش. بله. هرمز جان، میخواستم برگردیم یه لحظه به این درس. بله، یه نکته دیگه بگو تا... آره، پس این همه گفتیم، پس نبوت چیست؟ یه چیزی که نیستش، این نیستش که همون صحبتی که خدا میکنه ما باید همون جوری تکرارش کنیم. یعنی باید مواظب باشیم، باید اون دقیق باشیم، اینو نمیگم، ولی پیشتر چیه؟ پیشتر فکر و نیت قلب خداوند میخواد ما بدیم، در میون بگذاریم. و این چقدر برکت بزرگیه. بله. که یه خدایی که ما رو خلق کرده، ما دوست داره و دنبال ماست، ما میتونیم قلبش رو برای دیگران باز کنیم. بله. اینش خیلی زیباست. این نیست که فقط یه چیز عجیب و غریب بگیم. بله. که هیچ کس نمیدونست. فقط هم مال آینده نیست. تا وقتی نبوت صحبت میکنیم، میکنیم نبی فقط آینده رو پیشگویی میکنه. نه، شما انبیای عهد عتیق رو که میخونید، بله پیشگویی هست، ولی همش نیست. اکثر نبیای عهد عتیق چه کار میکردن؟ صدای خدا بودن برای اون نسل اون روز، برای موقعیت اون روز. و خیلی مواقع از کلام خدا از گذشته می آوردن، می گفتن خدا چنین میفرماید برای الانتون، نه اینکه فقط در اینکه در آینده چی میشه. پیشگویی آینده فقط یک قسمت از عطیه نبوته. بیشترش اینه که همطور که همسرم گفتن، صدای خدا رو، دل خدا رو برای اون شخص، برای اون خانواده، برای اون کشور، برای اون ملت بیان کنی. بیان کردن فکر خداست و خیلی مواقع هم از کلام خداست. خیلی مواقع انبیا میگفتن آیا در کلام اینو نگفته نشده؟ از کلام خدا می آوردن و مردم رو برمیگشتوندن دوباره نزدیک به خدا. و ما هم باید هدفمون همون باشه، هم برای خودمون هم برای دیگران. واقعا بازم چیزی که نبوت نیستش، نبوت این نیست که ما فکر کنیم من باید حتما دیگران رو سعی کنم، من باید دیگران رو درست کنم، من با... نه، ما داریم مثل خدا خدمت میکنیم مردمو. ما داریم تشویقشون میکنیم به طرف چی؟ به طرف اینکه بچسبن به خدا، نه به من که من تونستم یه چیز جالبی بهشون بگم. نه، این کاملا اشتباس. و به این بچه ها خیلی اشتباه میشنون، هم از ایمیل، از تلفن، از طریق های مختلف، که نبوت، واو، من چه همچین نبوتی کردم که باورت نمیشه. ولی این نیست. نبوت عزیزان یه خدمته. خدمت چیه؟ پاشستنه. بنا یعنی ساختنه. برای بنا که میگه ساختمان رو بنا میکنی، بنا برای ساختنه. باید یه چیزی در زندگی طرف ساخته بشه. آره. حتی اگر داری گناه طرف، خدا وقتی که داوود گناه کرد و ناتان نبی اومد، حتی بهش گفت تو زانی هستی. برای چی گفت؟ بله. نه برای کلیدن، برای که توبه کنه و برکت خدا رو دریافت کنه. حتی اگر دیگران رو تصحیح میکنه یک نبی، برای کوبیدن نیست. نه. برای خار کردن نیست. بنا آخرش باید بنا یعنی ساختن. آخرین ثمره یک نبی، حتی اگر داره تصحیح میکنه، حتی اگر توبیخ میکنه، حتی اگر داره گناه رو میگه، دلش اینه که من تو رو بنا کنم و نتیجه آخر باید بنا باشه. اگر نتیجه بله. آخره کار یک نبی خرابی بود، کارش انجام نداده. نه، چون قلب خدا نشون نمیده. آخر سر باید قلب و اراده و فکر خدا و
اون توی قلب ما بیاد و از طریق شخصیت ما از درسته این درسته نشون داده بشه، در میون گذاشته بشه، ولی آخرش خدا باید جلال پیدا کنه، نه من و نه اینکه شاید من خدا یه چیزی بعض وقتا من اعتراف کنم در گذشته، خیلی گذشته خدا رو شکر، خدا به یه چیزایی به هم نشون میداد راجع به رهبری کلیسا مثلا، و میگفت که دانیل این بگو به هرمز جان، اینو در میون بگذار، باش دعا کن. بعد من ناراحت میشدم، احساساتی میشدم، بهت با احساسام خودم میگفتم، بعد تو همیشه خدا رو شکر برای حوصله میگفتی دانیل میدونم چی میخوای بگی، ولی ببین نیت خدا چیست این وسط. بعد میگفت آها برمیگشت، آها نیت خدا اینه، خدا میخواد با احساسات خودمون قاطیش نکن. قاطی نکن. آمی. ما این اشتباه رو میکنیم، عیب نداره، اشتباه میکنیم، میافتیم، دوباره خدا بلندمون میکنه، راه میافتیم در نبوت. بله. مثل هر چیز دیگه آدم اشتباه میکنه و تا یاد بگیره. ناهید از آلمان، الان بفرمایید. آخ خدا رو شکر. ناهید جان درود به شما، پدر ایران زمین، پیش هرمز عزیز و ارزنده. خدا رو شکر، خداوند پدر ایران زمین هست، یک پدر داریم که در آسمانه، ما همه خادمین او هستیم. بفرمایید ناهید جان. آمین. بله به من گفته شده که شما پدر ایران زمین هستید. من اطاعت میکنم از خاص خدا بله. لطف دارید، میدونم از نیت درست و پاک شماست، ولی ما خداوند رو پدر میدونیم و ما خادمین او هستیم. البته دل پدری رو خدا داده که بتونیم، ولی این که لقب پدر و اینا من زیاد خوشحال نیستم، یعنی که بگیم خب اینو بگیم، دلتو میدونم و میگم متشکرم. رسالت مثل پدری کیش شرمز عزیز، یه روز صبح زود خداوند به من گفت، حتی با صدا، نه به صدا بلکه با صدا، حتی لطف داری تاریخ من توی دفترم هم نوشتم شما با کیشش کامی رو پدر ایران زمین و کیشش میدونم هر دوش. لطف دارید شما. پدر اینطوری که من یاد گرفتم تو درس تئولوژی، کسی است که وظیفه‌شو به عنوان پدر انجام بده. لطف دارید. تنها کسی که میتونه وظیفه پدری رو به طور کامل انجام بده پدر آسمانی ما. آمین. آفرین. پدران زمینی نمیتونن 100% اون وظیفه پدری رو انجام بدن. آفرین. درسته. ولی بعضی از پدرها مثل شما، مثل کشیش کامل عزیز، مثل کشیش مانی، شما از نظر روحی روانی یک تربیت درست دارین به ایرانیان میدین. بنابراین لقب پدر به شما میبرازه و خداوند به من گفته و من اطاعت میکنم. لطف دارید. دعا کنید که بتونیم به وظیفمون و خدمتمون رو درست انجام بدیم. آمین. خب بفرمایید نایی جان چی داری برای امروز برای ما؟ من خدا رو سپاس میکنم از اینکه شما رو مست کرده که این گونه به ایران و ایرانی خدمت میکنی و سپاسگزارم از زحمات شما. لطف دارید، برای تشکر خدا رو شکر. عیسی مسیح خیلی بیماران رو شفا داد، بعضی هاشون برگشتن تشکر کردن، برای همین ما قدر افرادی مثل شما که تشکر میکنید و میدونیم، میدونم خداوندم میدونه. مرسی عزیز، خیلی متشکرم. من روی صحبتم با خانم شما، خواهر دانیل میترا، من خیلی دوستشون دارم، میخواستم از این محبتشون نسبت به ایرانی ها بسیار بسیار با تمام قلبم، با تمام وجودم ازشون سپاسگزار باشم که این همه این محبت پاک و قشنگ و خالصانه و گرم دارن به ایرانیا. واقعا. و من در مورد نبوت اولین بار از ایشون شنیدم و بعد خیلی متوجه مسائلی در مورد خودم شدم، عطای نبوت در خودم شدم، از خانم شما در حقیقت اولی معلم من بودن. بخواستم امشب زمان و غنیمت بدونم از خودشون حضورن تشکر کنم و بگم تمای بسیار عالیه، خیلی ها این عطا رو دارن مثل سابق من ولی نمیدونن و شما این عطایی که در خیلی ها هست باز کردین و قشنگ داریم به ما میاموزیم. من ازشون خیلی خیلی سپاسگزارم. آمین. مرسی. و بیشترم خواهیم کرد راجب عطایا، به خصوص نبوت صحبت خواهیم کرد، حتی تعبیر خواب، تعبیر خواب طبق کلام، نه اون چیزی که در دنیا هست صحبت خواهیم کرد. چیزایی بوده که من از بچگی باهاش
در جریان بودم ولی نمیدونستم چیه، همونطور که خانم شما گفتن. آمین. بله. اینکه من از خانم شما خیلی تشکر میکنم برای این زحمتی که برای ما میکشن و از محبتشون واقعا سپاسگزارم. لطف دارید نایی جان، خیلی ممنون، مرسی برای تلفن. برکت های الهی رو برای شما و خانوادتون، خانومتون و همه واقعا با تمام قلبم از یشوع مسیح میطلبم. آمین. لطفی هم که یشوع رو استفاده میکنم برای اینکه کلمه عیسی معنیش ناجی نیست. بله بله. کلمه عیسی یه معنی دیگه داره. شما دارم تئولوژی میخونم، دارم این چیزا رو بیشتر یاد میگیرم. هللویا. کلمه اصلیشو به کار میبریم. یشوع ناجی نجات دهنده است و کشورهای دیگه که اسمای دیگه گذاشتن به معنی ناجی باید باشه، ولی کلمه عیسی رو پیغمبر مسلمان ها گذاشته. بله. یه اسمی که از یاران خودش بوده. بله. ببخشید اگه من یشوع میگم. بله نه درست میگید. بله. مصرف کنم. بله کلمه اصلیشو به کار میبرید. خیلی بله. ممنون. بله. مرسی بله. نایی جان. چون کلمه خود یشوع خیلی قدرت داره. خود بله. یعنی نجات دهنده. بله. خیلی متشکرم. بله. مرسی. خداحافظ شما پس. کاری دیگه ندارید؟ زود رفت. خداحافظ. نه کار ما کار تیمیه. نه آره دیگه. نه نایی جان همیشه باعث تشویق دعاهاتون تشویقاتون. ما باید همدیگر رو تشویق کنیم. کلام خدا به ما دستور میده که جمع یعنی ایمانداران، ما یکی از وظایفمون تشویق همدیگه است. و کلمه همدیگر هم خوب توجه کنید، یعنی یک طرفه نیست. ما میخوایم شما رو بنا کنیم، میخوایم به شما روحیه بدیم، میخوایم شما رو تشویق کنیم و برای خداوند ایستادیم، ولی دو طرف است. شما هم ما رو تشویق کنید، شما هم با هم بیستیم برای پیشرفت این کار خداوند در این شبکه. نه اینکه شبکه بزرگ بشه، بلکه کار خداوند و نام خداوند بزرگ بشه. آمین. با ما همراه باشید. آمین. میخوام کلیپ رو تهیه کردید، اون ساناز عزیز، عزیزانی که چند هفته پیش ندیدید، میخوام امروز خیلی برکت بود. ساناز زنگ زد، مادر و دختر رو آشتی دادیم. ما گفتیم دو هفته پیش ببینیم میتونیم آشتی بدیم و دیدیم خدا از ما هم و از شما استفاده کرد و از طریق شبکه هفت. عزیزان میگیم شبکه هفت، نمونه کار شبکه هفت آشتی مادر و دختره. آمین. اون کلیپ رو ببینید بعد برمیگرد. خدا من زندگیشو عوض کرده ولی یه غمی هم داره. از یه طرف شاده، شادی که شما میگید که میگه خب خداوندم پیدا کردم، آرامش دارم، شادی دارم و خوشحال هستم. حالا خانواده‌ام به من محبت بکنن چقدر خوبه، نکنن نه، اشکالی نداره، ولی دوست دارم که با مادرم رابطه داشته باشم. درست سانا جان؟ سلام و درود بر شما کشش هرمز عزیز و مهمانای عزیزتون. سلام سناز عزیز، خوشحالم که وصل شدی. مثل که این خط بعد خیلی براش دعا کنیم قد نشه، چون واقعا دوست دارم که امروز وسیله باشیم برای وصل کردن و محبت و این کانال و شبکه هفت. بله. رو میخوام در اختیار تو بگذارم، در اختیارت بگذارم که با مادرت صحبت کنی، ولی یه کوتاه راجع به خودت بگو، بعداً شاید شهادت تو بیشتر باز کنیم. میخوام کوتاه راجع به خودت بگی و بعد دلت رو برای مادرت بفرمایی. با سلام خدمت همه شما و دوستان عزیزم، من ساناز هستم. من یک مسلمانزاده مسیحی هستم. من توی خانواده کاملا مذهبی به دنیا اومدم و رشد کردم و میتونم بگم زمان خیلی زیادی رو به وقت عبادت میگذروندم تو مکانهای مذهبی، حالا یا تو خونه یا تو مراسما. یه مقدارش اجباری بود، یه مقدارش ترس از خدا بود، یه مقدارش به خاطر آبروی خانواده بود. خودتون میدونید ما مسلمونا تو ایران وقتی میخوان مذهبی خودشون رو نشون بدن، باید مذهبی بودن خودشون نشون بدن که بگم مثلا ما خیلی مذهبی هستیم. خب میگم مثلا به خاطر آبرو بود. و اینکه من تو ایران یه مقدار مسیحش میشناختم، با عیسی مسیح آشنا بودم، تا اینکه به خاطر یه سری مشکلات مجبور شدم کشورم رو ترک کنم. میتونم بگم به اجبار ترک کردم و اومدم خارج از کشور و خب خوشبختانه اینجا کلیسا تونستم برم. خب آزاد بودم، رفتم کلیسا و خداوند قلب من رو لمس کرد و من به عیسی مسیح ایمان آوردم و 4 سال خادم عیسی مسیح هستم. بله. بعد میدونم که خداوند که داری، خب به جای خود آدم همینطور که رضا جانم گفت قلب آدم پر میشه نگار عزیز، ولی باز خانواده جای خودش رو داره. وقتی ما به مسیح ایمان میاریم محبتمون نسبت به خانوادهمون کم نمیشه، بیشتر هم میشه، درسته؟ چون حالا منبع محبت رو شناختیم، حالا بیشتر ایران و ایرانی دوست داریم، بیشتر خانوادهمون رو دوست داریم. تو محبت نسبت به خانوادهت بعد از ایمانت بیشتر شد یا کمتر؟ 100% بیشتر شد دیگه. من قلبم
شناختم از وقتی عیسی مسیح رو شناختم قلب من دیگه جایی از نفرت نداره، جایی از سنگسار نداره، جایی از که وجود من، روح من، قلب من شده محبت. آمین. خدا رو شکر. 100% خب من الان از خانواده‌ام دورم و یه زمانی 4 سال پیش مجبور شدم بین خانواده و ایمانم به عیسی مسیح یکی رو انتخاب کنم و من عیسی مسیح هم ایمانم رو انتخاب کردم، چون میدونستم یک زمانی عیسی مسیح به خانواده من برکت میده و قلبشون نسبت به من باز میکنه و مهربون میشن. و بله چقدر زیبا بود. البته بعداً صحبت کردیم و دوباره وصل شد و ایشون ادامه داد و دلشو برای مادر گفت خیلی مستقیم. مادر دوستت دارم، مادر دلم برات تنگ شده. و چقدر لحظه احساسی بود. من الانم اون روز فکر میکنم و به خصوص به امروز واقعا اشک من از شادی در میاد. آره آدم خودشو به جای مادر خودش میذاره که چقدر سخته. وای خیلی ممنون. خب دانا جان یه نکته در مورد نبوت بگو و آخر برنامه هم رسیدیم، ولی بله. میدونم خیلی درسه، ولی میدونم امروز 3 تا نکته رو شما تهیه کردید. میتونم گفتم 3 تا، 2 تاشو گفتی، سومی درس امروز قسمت سومش هم بگو که در این دقایقی که داریم بفرمایید. سومی فکر کنم مهمترینشه که یادت نره این نبوت از طریق یک آدم داره میاد و اون آدم من و تو باشه، هر کس باشه. ما سعی تمام سعی خودمون میکنیم که خدا رو درست بشنویم و درست بیان کنیم اون چیزی که شنیدیم یا دیدیم، ولی واقعا بعضی وقتا ما طول میکشه، اینجوری بگم یه پروسسه، طول میکشه که ما بشنویم و بفهمیم و باز بشه. شما ایرانی ها میگی موشه کافی بشه. واقعا باید اون تو عمقش ببینیم بعضی وقتا. و من نبوت داشتم و میدونم دیگران هم شاهدن، نبوت کردم برای دیگران یا برای خودم بوده یا یه موضوعی بوده گرفتم و بعضی وقتا 5-6 سال طول کشید و هی مثل کلام خداوند یه پروسس بود، هی بازتر و بازتر شد. پس من وقتی میشنوم یه نفر یه نبوتی میکنه برام عجیبه، شاید ممکنه اون باید بیشتر با خدا ملاقات کنه راجبش، یا شاید اصلا گوش من خوب نشنید هنوز، ولی به هر حال اجازه بدیم که خدا با اون شخص ملاقات کنه، اون شخص تمرین کنه که با ما در میون گذاشتنش. اون خیلی سخته اوائلش. چجوری بگم این چیزی که دیدم یا این چیزی که شنیدم از درون وجودم خیلی سخته. مثل هر عطیه دیگه ای، هر عطیه ای آدم شروع میکنه مثل بچه، اصلا اون راه رفتن یاد نگرفته، اشتباه میکنه. مثلا حتی بگی عطیه شبانی، حالا عطیه نبوت و بعضیا قبول ندارن، شبانی رو که قبول داریم. مثل یه شبان، یه کسی که عطیه شبانی داره فکر می‌کنی روز اول پا میشه دیگه شبان کامل پرفکت بدون اشتباهه. یک شبان هم پا میشه اشتباه میکنه، یه جایی مشورت اشتباه میده، یه جایی خورد از کوره در میره، کم کم یاد میگیره که شبانی چیه. نبی هم همینطور. یه کسی که عطیه نبوت داره شروع میکنه، قشنگ گفتی دانا جان، مثل روح خدا از انسان داره رد میشه، از کانال انسان، از لوله انسان. اشکال اون منبع نیست، اشکال از این کاناله. این کانال گاهی چیزایی هم قاطیش میشه، گاهی احساسات ما قاطیش میشه، گاهی فکرای ما قاطیش میشه. اون چیزی که از اون طرف بیرون میاد گاهی نبوت خدا هست، ولی یه چیزای انسانی هم، فکرای ما، احساسات ما هم قاطیش میشه. همچین خیلی هم کامل نیست، ولی وقتی ادامه میدیم یاد میگیریم، یاد میگیریم خودمون رو قاطی نبوت نکنیم. ولی این باید گفته بشه که واقعا خدا در نظر داره، همه چی میدونه، خدای ما، پدر ما، از این کانال میدونه یه فرهنگی هست، این یه شخصیت اینجا هست که خودش عزیز میدونه اون شخصیت رو، یک دیدی هست به دنیا و یک رشد هست، یه اندازه رشد هست، این هر چیزی هست و خدا اینو در نظر میگیره وقتی یه چیزی به ما میده. اینم در نظر داره خدا. این نکته آخر یه اشاره کوچک کردی، من نبوت رو ابراز محبت خدا میدونم. یعنی
میگیم خدا محبت است. واقعا من این منبع اصلا نبوت چیه، از کجا میاد، چرا میاد، چی میشه، برمیگردیم به اون سرچشمه خدا محبت است. چون خدا محبته با ما صحبت میکنه و این محبتش از طریق کلامش، از طریق روح القدس زندگی ما رو وصل میکنه و عوض میکنه. پس شنیدن صدای خدا، نبوت، در حقیقت جریان حکمت و محبت خداست که اول خود ما رو لمس میکنه و بعد خدا فقط ما رو هم دوست نداره. توجه میکنی؟ خدا دیگران هم دوست داره. نبوت اینه که خدا از طریق من یک نفر دیگر رو محبت میکنه. یعنی این کلام نبوت میاد یکی رو تشویق میکنه، حتی یکی رو هشدار میده، حتی یکی رو ممکنه توبیخ کنه، ولی با محبت که پسر عزیزم، دختر عزیزم، این راهی که میری صدمه میخوری. خدا میگه این راه با آخرش خرابیه، با محبت، حتی توبیخش هم با محبته. بله. یه چیز دیگه هم بگم، من خیلی دیدم که سری بگم که دیدم مردم بعض وقتا یه کلام یا یه رویا میگیرن که یه مثل فیلمه یا عکسه، نمیفهمن چیه، ولی زیاد استراب بر نداری یا فکر کنی فقط تو اینجوری میبینی. نه بابا، دیگران هستن، فقط پیداشون نشد در زندگیتون، ولی دعا کن روش. این مهمتر نقطه آخره. دعا کن روش. آمین. من میخوام جمع‌بندی کنم. عیسی مسیح میگه گوسفندان من صدای من رو میشنون. البته بعضی ها بهشون بر میخوره، میگن مسیح ما رو گوسفند میدونه. میگم ناراحت نباش، مسیح خودش رو هم بره میدونه. اگر اون بره است، ما هم گوسفند، اشکال نداره. و مسئله این نیست که حیوانیم، بلکه رو اون خصوصیات رو که یه گوسفند احتیاج به شبان داره، احتیاج به غذا داره، احتیاج به محافظت داره. این گوسفند خودش رو در مقابل گرگ نمیتونه حفظ کنه، اون خصوصیات گوسفند رو میگه. و البته خودش رو هم میگه بره‌ای که برای ما قربانی شد. و میخوام جمع‌بندی کنم که خدا میخواد با ما صحبت کنه. آیا تو میخوای با خدا صحبت کنی؟ آیا میخوای با خدا رابطه‌ای داشته باشی؟ نه رابطه خشک مذهبی که فقط یک طرفه کارامو انجام بدم که منو نزنه و بعد کتابش هم بخونم. رابطه دو طرفه‌ای که گفت و شنود درش هست. رابطه دو طرفه‌ای که تو فقط صحبت نمی‌کنی، او با تو صحبت می‌کنه. خدا میگه که هر که به او، به مسیح نجات دهنده ایمان میاره، روح القدس رو دریافت میکنه. یعنی حضور خدا دیگه تو آسمان ها نیست، تو قلب ما میاد، از درون ما با ما صحبت میکنه، ما رو عوض میکنه. و امروز میخوام دعا کنید و فقط این دعای ساده رو با من بکنید. عزیزانی که تشنه اید، بگید خداوند، تشنه تو هم و تشنه نجات تو هم و تشنه حضور تو هم و تشنه صدای تو هم. عیسی مسیح به قلب من بیا، حضور خدای پدر رو به قلب من بیار، روح القدس رو بیار تا با خدای خودم از درون دوستی و محبت و مشارکت داشته باشم. بخواهید تا به شما داده شود. از مسیح بخواهید روح القدس و پدر رو در شما قرار بده، خواهد داد. شما رو به دستای خدا برمی‌سپاریم. آمین. آمین. آمین.